اینکه بردهداری در همه کشورهای جهان ممنوع، بیش از 40 میلیون برده در جهان وجود داره که بیشتر اونها هم زنان و کودکان هستند. ایران و افغانستان جزء 10 کشوری هستند که بیشترین تعداد برده رو نسبت به جمعیت خودشون دارن. پرهام قبادی گزارش میده. بردهداری پاهای غل و زنجیر شده و کشتی های اقیانوس پیما را به ذهن متبادر می کند. قدرتمندترین کشورهای جهان دست کم 300 سال با استثمار فقیرترین انسان ها ثروتمندتر شدند. امروز بردهداری در همه کشورها ممنوع است. اما واقعیت این است بردهداری نمرده و شاید از همیشه زنده تر باشد. اگر از قرن 15 تا 19 میلادی 13 میلیون برده خرید و فروش شدند، حالا 40 میلیون برده در جهان وجود دارد. برده های مدرن. نهاد واکفری میگه این رقم 40 میلیون برده که در گزارشش به اون رسیده رقمی بسیار محتاطان است و رقم واقعی احتمالاً خیلی بیشتر از اینه. از این تعداد عمده اونها زنها و دخترها هستن، 71% کل برده ها و 29% مردها و پسرها هستن. جدای از جنسیت، از هر 4 برده در جهان یکی از اونها کودکه، یعنی 10 میلیون کودک از این 40 میلیون. 25 میلیون نفر به اجبار برای کسانی کار میکنن که یا مزدی بابتش نمیگیرن یا انقدر ناچیزه که به حساب نمیاد. 15 میلیون نفر هم قربانی ازدواج اجباری اند. بذارین مثالی بزنم. دختری رو در نظر بگیرین که بدون خواست خودش و به اجبار همسر کسی میشه. بعد مثلا سر زمین کار میکنه یا قالی میبافه بدون اینکه درآمد حاصل از کارش عاید خودش بشه. این زن برده به حساب میاد. ایران و افغانستان جزء 10 کشوری هستند که نسبت به جمعیتشان بیشترین تعداد برده را دارند. افغانستان با 750 هزار برده پنجم و ایران با حدود 1,300,000 برده دهم است. از نظر مبارزه حکومت ها با برده‌داری مدرن، ایران جزو 5 کشوری در جهان است که کمترین اقدام را برای از بین بردن برده‌داری کرده. در این گزارش دلیل آن نبود اراده سیاسی حکومت ایران عنوان شده. ما میدونیم که کودکان، زنان و پناهجویان به طور خاص آسیب پذیرند. در هر دو کشور ایران و افغانستان از کودکان در بخش‌هایی مثل قالی‌بافی، آجرپزی، خدمات خانگی، تجارت جنسی و گدایی سوء استفاده میشه. برده‌داری مدرن و قاچاق انسان رابطه تنگاتنگ و مستقیم با هم دارند. رئیس سازمان بهزیستی ایران میگوید 92% کودکان کار در این کشور خارجی هستند و 50%شان قاچاقی وارد ایران شدند. اما کودکان ایرانی هم به خارج قاچاق می شوند. اولا خرید و فروش کودکان در شهرهای مرزی همچنان وجود داره. برخی گزارش ها میگه که یک بچه رو بعضی موقع با حدود مثلا 5 تا 10 میلیون تومان از خانواده ها خریداری می کنند برای اینکه یا همونطور که گفتم به کشورهای حوزه خلیج فارس یا به اصطلاح پاکستان ببرند برای اینکه اونجا مورد سوء استفاده جنسی قرار بدن یا حتی از اونها بیگاری بکشن. بچه کجایی؟ من مازندران. چند سالته؟ 13 سالشه. حالا اینجا کجاست؟ سوریه. اما کودکان همیشه قربانی قاچاقچیان نیستند. گاه پای حکومت‌ها و نظامیان در میان است. میدونیم که در هر دو کشور به کارگیری کودکان در ارتش و گروه‌های شبه نظامی ادامه داره. در افغانستان از کودکان کم سن و سال حتی 8 ساله برای جنگ، پاسداری در ایست‌های بازرسی، جاسازی مواد منفجره و حملات انتحاری استفاده میشه. گزارش‌هایی هم هست که حکومت ایران به کودک سربازان برای اعزام به جنگ سوریه ادامه میده. حکومت ایران چه در جنگ با عراق و چه در جنگ سوریه به کودکانی که به جبهه ها اعزام میکند افتخار میکند. رهبر ما اون طفل 13 ساله است که خود را به زیر تانج انداخت. ما کودک سربازان و برده های مدرن میدونیم. سازمان بین المللی کار وابسته به سازمان ملل متحد کودکان به خدمت گرفته شده در جنگ های مسلحانه رو از بدترین انواع کودکان کار تشخیص داده و این برده داری مدرن به حساب میاد، فارغ از اینکه چه کسی مسئول به خدمت گرفتنشونه. برده ها همیشه در میدان های جنگ نیستند، گاهی در میدان های شهرند. قاچاق زنان و دختران برای بردگی جنسی نمونه دیگر از بردگی است. قاچاق زنان و دختران ایرانی از مدت‌ها پیش به اصطلاح وجود داشته. مصادیق اون رو ابتدا در کشورهای حوزه خلیج فارس دیدیم، به طور مشخص در امارات متحده عربی. اون چه که
میشه گفت اخیراً دیده شده و گزارش شده قاچاق همین زنان و دختران هست به مناطق جدیدی مثل کردستان عراق و به طور مشخص سلیمانیه. درست است که تعداد برده ها در کشورهای فقیر و در حال توسعه بیشتر است، اما بردهداری در کشورهای غربی هم هنوز به طور کامل از بین نرفته. به علاوه کشورهای ثروتمند با واردات و استفاده از کالاهایی که به دست برده ها در کشورهای فقیرتر ساخته می شود سود می برند. با اینکه بریتانیا رتبه سوم در مبارزه با بردهداری در جهان را داره، اما از این مشکل مسئول نیست. به منچستر اومدیم تا به یک سازمان مردم نهاد سر بزنیم، سازمانی که همین ماه پیش با همکاری با پلیس بریتانیا تونست یک مافیای 8 نفره لهستانی رو دستگیر بکنه که از 400 نفر بیکاری کشیده بودن. این یه عملیات پیچیده و طولانی مدت بود با همکاری پلیس و آژانس مبارزه با جرایم بریتانیا. 4 سال پیش یکی از فعالان ما وقتی بین نیازمندها غذای رایگان توزیع می‌کرد، بعضی از قربانیان بردهداری مدرن رو شناسایی کرد. هرچه او بیشتر تحقیق کرد، قربانیان بیشتر و بیشتری پیدا شدند. ما اطلاعاتمون رو با پلیس در میون گذاشتیم و این منجر به یه تحقیق گسترده شد و معلوم شد که این مافیای لهستانی تبار از 400 نفر بیگاری کشیده. خوشبختانه ماه پیش این مافیای لهستانی محکوم شدند و حکم زندان گرفتند. من توی کافه نشستم و دارم توی گوشی موبایلم خبر میخونم. ظاهرا کار بدی نمیکنم، اما پیراهنم میتونه در بنگلادش، کاکائو توی این هات چاکلت میتونه در ساحل آج، و کوبالت توی باتری این گوشی موبایل میتونه در کنگو به دست کودکان کار و برده ها ساخته شده باشه. بردهداری مدرن معضلی جهانیه و مرز نمیشناسه و حل این مشکل هم راهکاری جمعی و جهانی میطلبه. پرهام قبادی، بی بی سی.